شنوند بخشنده مهربان، سلام و درود و تمام هموطنان عزیزم، خوش آمدید به مسابقه دلخواهتان. مخاطبین خاصی که همیشه میپسندین مسابقه را، با ما همراه باشین و بهترین و شادترین لحظه ها را در کنار ما داشته باشین. سه اشراق کننده همراه ما است، ببینید که کدامشان میتونن برنده مسابقه آی کیو شوند. با نام خدا، عبدالله رسولی، یکی از اشتراک کننده برنامه آی کیو. با نام خدا، یک عامد تابش هستم، یکی از مسئولین طب 15 استوماتولوژی و همچنان اشتراک کننده برنامه آی کیو. بسم الله الرحمن الرحیم، انجینر عبدالاسیب مشکریز رحیمی هستم، یکی از کارمندان شرکت شخصی و فعلا در برنامه آی کیو اشتراک کردم. بسیار زیاد خوش آمدید اشتراک کننده های عزیز. در نخست سوال عمومی از شما می داشته باشم، هر کس می فهمه جواب درست یا زودتر بر من جواب بده. سی گزینه در اختیار شما هست، سی گزینه هم در بین سی گزینه صفر هست. در نخست حق رد کردن نداریم، باید قبول کنین تا که امتیاز به دست بیارین. وقتی که امتیاز به دست آورین، حق رد کردن فقط یک بار دارین. وقتی که می فهمین گزینه که براتون مشکل است و نمیتونین جواب بدین. سوال عمومی از شما این هست، اولین مکتبی که در شهر کابل اعمار گردید کدام مکتب بود؟ لیسه حبیبیه. لیسه حبیبیه. بسیار خوب هستید، خود جواب درست برام دادید. حال به طرف سی گزینه برو و انتخاب اولی که خودت می داشته باشید. گزینه ها حسیب، کدام گزینه را انتخاب می کنی؟ گزینه دوم. شما دو را انتخاب می کنه. ببینیم چی هست. شخصیت های مطرح جهان، قبول یا رد؟ قبول. قبول می کنن. حسیب تصویر ببین خودت، خوب به دقت ببین، 30 ثانیه وقت داری. در 30 ثانیه که خودت وقت داری، باید نام شخصیت بر ما بگوی که چی هست. یاسر عرفات. یاسر عرفات. چی کاره هستن؟ رئیس پیشین سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 2004 وفات نمود. خب یاسر عرفات، مطمئن هستی نام شخصیت امی است؟ بله. ببینیم نتیجه را هستی؟ بله. نتیجه را میبینیم، ببینیم تشخیص که حسیب داده درست است یا که خیر. آفرین به خودت حسیب، تشخیص کاملا درست بود و خودت امتیاز به دست آوردی. در انتخاب اولت بسیار عالی بودی. امتیاز حسیب 1000 امتیاز، تبریکت باشه. به طرف عبدالله میریم و انتخابی که می داشته باشه از بین گزینه ها. کدام گزینه عبدالله؟ شماره 27. 27 را انتخاب میکنه. انتخاب شد. میبینیم. جهان شناسی، قبول یا رد؟ قبول. قبول میکنن. تصویر را ببین، تشخیص بده، بگو اینجا کجا هست. یک مکان بسیار تاریخی هست، در ایران هم هست. ای که نامش چی است؟ عبدالله بر ما میتونه گفته؟ آیا میتونه امتیاز به دست بیاره؟ تخت سلیمان در کشور ایران است. البته اگه اشتباه سلیمان اشتباه نکنم. مطمئنی تخت سلیمان هست عبدالله؟ گفتی اشتباه نکنم، مرا هم بشک کنم. نه، گفتم اگه اشتباه نکنم تخت سلیمان و در کشور ایران است. نتیجه را میبینیم، وقت تمام است. بسیار عالی عبدالله، تشخیص کاملا درست و خودت هم امتیاز به دست آوردی. امتیاز عبدالله 1000 امتیاز به دست آوردی، تبریکت باشه. امتیاز خوبی هست، با حسیب در یک صف قرار داری. ببینیم که تا لحظات آخر برنامه کدام یکی از شما برنده مسابقه امشب ما میشید. تابش و گزینه ها، کدام گزینه؟ گزینه یک. یک را انتخاب میکنن. میبینیم. شخصیت های سیاسی افغانستان، قبول. 30 ثانیه وقت داری، در عرض این 30 ثانیه برای ما بگو نام شخصیت سیاسی چی هست؟ الهار سید منصور نادری. چی؟ الهار سید منصور نادری. چی کاره هستن اینا؟ یک تن از سیاستمداران پیشین وقت برهان الدین ربانی می باشد. معاون رئیس جمهور پیشین. معاون رئیس جمهور پیشین برهان الدین ربانی. و نماینده سنا. نماینده سنا. در گذشته بودن البته، فعلا نیستن. نتیجه را میبینیم. نتیجه. آفرین به خود، تابش خود هم تشخیص درست بود و امتیاز به دست آوردی. خب این شخصیت یک تن از سیاستمداران معاون سیاستمداران هست، معاون رئیس جمهور پیشین استاد برهان الدین ربانی و نماینده مجلس سنا در گذشته هم بودند. امتیاز به دست آوردی، تبریکت باشه. میبینیم امتیاز ده. 1000 امتیاز به خودم تبریک باشه. هر سه اشتراک کننده ما در یک صد قرار دارم. ببینیم که کدامشان برنده مسابقه امشب ما میشن و اگر مساوی بودین چی، کدام تان انتخاب میکنی که برنده باشه؟ اونجا با جنگ و جدال نخیزم، یالی میگن جنگ شدگار سر شدگار. انتخابی که حسیب می داشته باشه کدام گزینه هست؟ گزینه 29. 29 را انتخاب میکنن. میبینیم. شخصیت های مطرح نظامی افغانستان، قبول. نام شخصیت مطرح نظامی را بر ما بگو حسیب که چی است؟
گلنبی احمدزی قماندان پیشین گارنیزون کابل بود. قماندان پیشین گارنیزون کابل نامش چی بود؟ گلنبی احمدزی. گلنبی احمدزی. بله. ببینیم نتیجه را هستید مطمئنی گلنبی احمدزی اسم شخصیت؟ بله. وقتت هم تمام شده میره. بله. میبینیم نتیجه را تشخیصش درست است؟ بله، کاملا تشخیص هستید درست. اتارست که نام شخصیت نظامی را بر ما درست بگید. امتیاز بازم به دست آوردیم، میبینیم امتیاز ده. 2000 امتیاز، تبریک باشه به حسیب. امتیاز بسیار خوبی هست. تا حال خیلی عالی و خوب پیش رفتی. خدا کن از این بعدم همون تو خوب باشی. امتیاز بالاتری به دست بیاری. عبدالله و گزینه ها. کدام گزینه؟ 16. 16 را انتخاب میکنن. ببینیم. رؤسای جمهور کشورهای جهان. قبول. قبول میکنن و میخوان که تشخیص بتن. ببینیم تشخیص داده میتونه عبدالله نامی رئیس جمهور بر ما گفته میتونه؟ ثانیا در گذر هست، صورت عمل داشته باش و بگو اول رئیس جمهور کدام کشور است؟ اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان. رئیس جمهور ازبکستان. اسلام کریموف. ببینیم نتیجه را؟ ببینیم، درست. مطمئن است که جوابش درست است. نتیجه را میبینیم و بعد از او صحبت میکنیم درست است یا که نه. بسیار عالی عبدالله، تشخیص کاملا درست و خودت باز هم امتیاز به دست آوردی. امتیاز عبدالله. 2000 امتیاز به عبدالله هم تبریک باشه. وقفه داریم، بعد از وقفه انتخابی کتابش می داشته باشه. و بخش دوم مسابقه IQ خوش آمدید. نوبت به تابش رسیده و انتخابی که از بین گزینه های باقی مانده می داشته باشه. کدام گزینه تابش؟ گزینه نمبر 3. 3 را انتخاب می کنه؟ متاسفانه تابش، 3 را انتخاب کردی و یکی از گزینه‌های 0 ما بود که خود از برنامه حذفش کردی و این به ضرر تمام شد. اینکه چی رقم به ضرر تمام شد میبینیم. 1000 امتیاز در دست دادی، 0 شدی تابش، برگشتی به خانه اول. در بخش دوم استارت خوبی نبود که خودت زدی. حسیب 2000 امتیاز داره، ببینیم در حال حاضر کدام گزینه را انتخاب میکنه. آیا میتونه تشخیص درست برای ما داشته باشه؟ بابا باشید. کدام گزینه؟ 26. 26 انتخاب شد. میبینیم مکانهای تاریخی افغانستان. قبول. نام این مکان تاریخی را برای ما بگو. چی هست؟ کجا هست؟ این مکان، مکان گنبد بیگم میگن، یکی از ولایت های مشهور افغانستان، ولایت غزنی میباشد. ولایت غزنی. رفتی اینجا هستی؟ بله، ما 34 ولایت های افغانستان را تمام شگشتیم. بسیار عالی. با جای تاریخش را زیادتر میگشتیم. بسیار جای تاریخش. بله. پس مطمئن اینجا گنبد بیگم بله. هست؟ بله، مطمئن. مطمئن در ولایت غزنی هست؟ 100%. بله. 100%؟ 100%. ببینیم 100% تو چقدر درست است. کاملا درست و جواب درست برام دادی. ای که سفر می داشته باشی یگان وقت به فایده آدم می باشه، نه بخصوص که جای تاریخی رو می‌بینی. ولایت های زیبا داریم اینجا. به خاطر چی رفته بودی گنبد بیگم؟ سیاحت زیادتر رفته بودم. بازم امتیاز بعد سوردی، تبریکت باشه. می‌بینیم امتیاز که به چند رسید. 3000 امتیاز، تبریک باشه به حسیب. تا حال عالی پیش رفته. ببینیم که تا لحظات آخر چقدر امتیاز بعد میاره. نکنه خودت تصمیم گرفتی IQ رو شکست بدی حسیب؟ تا حال هیچ کس موفق نشده، ولی فکر کنم این رکورد خودت مشکنی. عبدالله و گزینه ها. 20. 20 را انتخاب میکنه. میبینیم میوه ها. قبول. بحث میوه میایه، اشتها بازتر میشه و بخصوص این تصویر که باشه. نور علا نور. از چانس ما سوال بسیار است. بله، ما سوال های آسان هم داریم، گزینه های آسان هم داریم. میوه است که خودم بسیار علاقه مندش است و خوش دارمش. شاتوت. شاتوت. خب جای شک نیست، چرا وقت عذر بتیم نی؟ میریم نتیجه هم ببینیم. بسیار عالی عبدالله، خدا تشخیص درست داری. نام بیوره شاتوت بود، خودم زیاد علاقه مندش بودی. درباره شاتوت میفهمی؟ گفتی زیاد دوست دارم نوشیدن زیاد میکنم. بله، تکلیف میده، بسیار فایده داره، ویتامین هایی داره که خون تصفیه میکنه. بسیار میوه خوب است، قوی است. امتیاز عبدالله 3000 امتیاز، تبریکت باشه عبدالله. امتیاز خوبی هست، با حسیب در اکسد قرار داریم. ببینین که تابش میتونه 1000 امتیاز از دست رفته خودش رو جبران کنه با انتخاب گزینه‌ای که میداشته باشه. کدام گزینه؟ گزینه 12.
12 را انتخاب میکنه. بعد از وقفه میبینیم چی هست در پشت گزینه 12. سپاس از اینکه تا این لحظه بیننده مسابقه آی‌کیو هستین. بخش سوم برنامه هست. تابش هم گزینه 12 را انتخاب کرد. ببینیم تشخیص داده میتونه، امتیاز خود پس جبران کرده میتونه. با ما همراه باشید. آوازخوان‌های مطرح افغانستان. قبول. مطمئن است نام آوازخوان هم میفهمی، آهنگاش هم زیاد شنیدی، شاید علاقه‌مندشان باشید. فرشته سما. خواهر کی است؟ فرشته سما خواهر هنگامه. خواهر هنگامه؟ بله. چرا شک داری خواهر هنگامه است یعنی؟ نه، نام هنگامه جان یادم رفته بود. فعلا در کشور زندگی، در کشور آلمان زندگی میکنند. بله. پس نام ای آوازخوان چی است؟ فرشته سما. میبینیم نتیجه را. بسیار عالی. تابش تشخیص کاملا درست. خانم فرشته سما، آوازخوان بسیار مشهور و مطرح ما که آهنگ بسیار زیبا و نابی را هم میخوانند. امتیاز تا به دست آوردی، جبران کردی، میبینیم امتیاز تا. 1000 امتیاز تبریکت باشه، ولی بسیار عقب ماندی تابش. حسیب 3000 امتیاز داره، ببینیم در حال حاضر کدام گزینه را انتخاب میکنه. گزینه 21. 21 را انتخاب میکنه. میبینیم. آوازخوان‌های مطرح افغانستان، بازم تصویر از یک آوازخوان دیگه. قبول. نامی آوازخوان برای ما بگو. درباره از این آوازخوان برای ما معلومات هم بگو اگر میفهمی. استاد ناشناس. استاد ناشناس به خاطر از نام خود ناشناس گذاشته بود که نمیخواست که پدرش از هنر از این آگاهی پیدا کنه. از همه خاطر نامش. استاد نام اصلیش پس چیست؟ نام اصلیش. نتیجه را میبینیم تا خودت فکر کنی. نام اصلیش. آفرین به خودت حسیب، تشخیص کاملا درست بود. استاد ناشناس. اینا نام اصلیش بگو. نام اصلیش. افراد ناشناس هم زیاد هست. ناشناس هستم. نام اصلیش دکتر صادق فطرت. دکتر نام اصلیش که نام هنریش استاد ناشناس است. به گفته خودتان که پدرجانش نفهمه که آوازخوان شده و ناشناس باقی بانه هم بودون. حسیب تشخیص درست برمو دادی، بازم امتیاز به دست آوردی. میبینیم امتیاز ده. 4000 امتیاز تبریکت باشه. به به چی یک امتیازی. عبدالله 3000 امتیاز داره، ببینیم خودش هم میتونه به حسیب برسانه با انتخاب گزینه که می داشته باشه همین لحظه. شماره 3. 30 را انتخاب میکنه. پول های مروج کشورهای جهان، قبول یا رد؟ قبول. بازم تالیم و البته که این گزینه هم آسان است، یعنی میتونی تشخیص پول شناخته شده است. یوروی جرمنی است. یوروی جرمنی هست. باز پول مصرفی کشور آلمان میباشه. بله، پول مصرفی کشور آلمان. پول یوروی جرمنی؟ بله. ببینیم نتیجه را. ببینیم. 100% مطمئن هستیم. 100% نتیجه. بسیار عالی. آفرین عبدالله، تشخیص باز هم درست و خودت امتیاز به دست آوردی. میبینیم امتیازت که به چند رسید. 4000 امتیاز به خودت تبریک باشه. رقابت سختتر شده میره، ولی نمیفهم تابش تا چی وقت میخواید و همون جایی که هست باقی بمانه. گزینه ها و انتخاب تابش. گزینه 6. کلکایت میشمانی چند میشه؟ 6 را انتخاب کرد. پول های مروج کشورهای جهان هست. باز هم یک سوال آسان به. خب این سوال به نظر داستان است یعنی؟ قبول. قبول میکنی؟ گپ سر پول باشه و آسان نباشه. خب این پول از کدام کشور است؟ پول کشور انگلستان است. پاوند. پاوند انگلیس. پاوند انگلیس. ببینیم نتیجه را؟ بله. نتیجه را میبینیم. ما از وقت به خوبی استفاده میکنیم و جواب شما هم درست بود. تابش چطور فهمیدی که پوند انگلیس است؟ خب شناختم میشه دیدم دیگه نگم. کدام وقت از پولا به دست رسیده مصرف کردی؟ بعض اوقات رسیده. بعضی اوقات. بعضی اوقات مثلا کدام اوقات؟ در این نزدیکانه یک کم. حتما کمک های خارجی داری؟ نه متاسفانه. یا خوشبختانه کو قطاله. امتیاز تابش 2000 امتیاز به خودت تبریک باشه. تابش 2000 امتیاز عقب ماندی.
عقب مانده هستی فعلا. ببینیم میتونی خودت تا لحظات آخر امتیاز به دست بیاری باز هم اگر وقت بود. حسیب 4000 امتیاز داره و انتخابی که از بین گزینه ها میداشته باشه. کدام گزینه حسیب؟ گزینه نوم. نه؟ نه. نه را انتخاب میکنه. متاسفانه حسیب 9 را انتخاب کردی و یکی از گزینه های صفر ما بود. ای یک ضرر بسیار کلان، یک صدمه بسیار کلان به خودت، به روح و روانت، به امتیازت وارد کرد. میبینیم چه گل به او دادی. اینه تو بلا را سر امتیازت آوردی. کل امتیاز صفر شد. 4000 امتیاز که بسیار به مشکل با انتخابای گوناگون به دست آورده بودی، در ظرف یک ثانیه از استادیو صفر شدی. برگشته به خانه اول. متاسفانه. خدا کنه وقت باشه، بازم به طرف خود میه و میتونی که شانس بعدی امتحان کنی، ولی تا این صد دیگه فکر نکنم شوه. عبدالله و گزینه ها. کدام گزینه عبدالله؟ شماره 14. 14 را انتخاب میکنم. میبینیم. ورزشکاران جهان. قبول. نامی ورزشکار بر ما بگو. عضو تیم ملی تیراندازی بانوان ایران هم هست. از کشور ایران است. نامش چی است؟ اگر تشخیص ندی، امتیازت کم میشه. دو ثانیه. متاسفانه عبدالله نتونستی تشخیص بدی. چرا؟ وقتی که نمیفهمیدی ورزشکاران نمیشناختی، چرا قبول کردی؟ چرا رد نکردی؟ من فکر کردم که از کشور خودم میباشم. جهان. جهان بودی. بله. من هم همین فکر رو میکردم، ولی متاسفانه شانس این دفعه همراه دیاری نکرد. خب امتیاز هم میبینیم عبدالله. 3000 امتیاز از 4000 امتیازت باقی ماند. 1000 امتیاز به خاطر تشخیصی که نتونستی داد از دست دادی. تابش 2000 امتیاز داره. ببینیم که خودش هم میتونه به عبدالله برسونه. گزینه ها. گزینه 4. 4 انتخاب میکنن. ورزشکاران افغانستان. قبول. نامی ورزشکار بر ما بگو. محمد علی رسولی. در کدام رشته ورزشی هستن؟ در رشته بوکس حرفه‌ای ورزشکاران افغانستان میباشن. که فعلا هم در کشور آلمان زندگی میکنن. ببینیم نتیجه را. بله. آفرین به خودت تابش، تشخیص کاملا درست بود و خودت امتیاز به دست آوردی. امتیاز تابش هم می‌بینی. 3000 امتیاز به تابش، تبریک باشه. عبدالله هم 3000 امتیاز داره. حسیب که با انتخابی که داشت صفر بود، تمام امتیاز خود از صفر ساخت. موزیک به گوش همگی ما و شما رسید که وقت برنامه ختم هست و برنده مسابقه امشب ما را کی انتخاب میکنه؟ تابش و عبدالله مساوی هستن. یک نفر از بین شما دو نفر باید انتخاب شود. کدامتان میخواین که برنده اعلان تایپ کنم؟ حسیب که بازنده مسابقه است، خیب انتخاب کنم. عبدالله یا تابش، یک شو بگو برم. عبدالله جان. عبدالله. تابش خود قبول داری؟ تصمیمی که حسیب گرفته؟ حسیب جان. هر دوی تا برنده هستین، هر دوی تا بسیار عالی و خوب پیش رفتین. همچنان حسیب هم خوب پیش رفت، ولی متاسفانه شانس همراهش یاری نکرد. پس برنده مسابقه امشب ما عبدالله هست. تبریک میگم به خودت و همچنان تشکر از حسیب و تابش. سلامت باشید. سپاس از شما بیننده های عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همه ما و شما.